فوتبالیست ها قسمت 57 صبح بخیری شیزکی. سلام ماسارا، توی مثل اینکه شب خوب نخوابیدی. آره چون تمام روز فوتبال بازی میکنم و شب خسته و کوفته که میرم خونه تازه باید تکالیفمو بنویسم. شنیدم تو هم خیلی درس داری، درست میگم یا نه؟ خب بله، آخه سال دیگه باید وارد دبیرستان بشیم، پس باید حسابی درس بخونم. کاملا درسته، منتها من هنوز نمیدونم تو کدوم دبیرستان ثبت نام کنم، برام خیلی مشکل انتخاب کنم. ایشی زکی معذرت میخوام، منظوری نداشتم. زدی دماغ منو لک کردی. چه مدرسه بزرگیه، چقدر شاگرد جدید اومده. خب معلومه، آخه سال به سال تعداد بچه های کلاسه بالاتر بیشتر میشه. خیلی دلم میخواد بدونم که چندتشون تا آخر سال مونده دارم. راست میگه. خب چرا اسم و کلاستون رو اعلام نمی کنین و نمیگین که کجای زمین میخواین بازی کنین؟ تو هنو بزرگ نشدی، بذار نکن دیگه. حسوسا، آقای کاتگاری اونجا هن، حتما با تو کار داره. آقای کاتگاری سلام، حالت که خوبه؟ آره خوبم، از اینکه فردا قراره تمرین کنیم خیلی خوشحالم. خودم واسه یه تمرین حسابی آماده کردم. جدی؟ با این همه شاگرد جدید فکر نمی کنم بتونی. بله خودم هم تعجب میکنم، منتها نمیدونم چند تاشون میمونن. اگه تو مرتب تمرین کنی کسی نمیتونه به پات برسه. ولی راستش من اونقدرام مطمئن نیستم. راستی فیلمی رو که از بازیت گرفته بودم برای کارشناسا فرستادم، حالا جوابش رسیده. جدی میگه؟ این نظرشون چی؟ همونطور که حدس میزدم از شیوهی بازیت خیلی خوششون اومده. حتی بعضی هاشون سوال کردن این پسر واقعا 12 سالشو اینقدر خوب بازی میکنه؟ خب پس وقتی تحصیلاتم تموم شد میتونم برم به برزیل؟ بله البته، اون تا اول باید در امتحانات حرفه‌ای قبول بشی، اگه موفق شدی اون وقت باید قرارداد میبندن. درسته. در هر حال چون این آخرین باریه که در مسابقات کشور شرکت میکنی، بهتره تا میتونی تمرین کنی. بعدم برای رفتن به برزیل فرصت حرف زدن داری. اگه امسال بتونی برنده بشی اون وقت میشه گفت 3 سال پشت سر هم برنده. درسته، چون تصمیم داریم این دفعه هم برنده بشیم. اینو میگن روحیه. خب دیگه فعلا خدافظ. معذرت میخوام آقای کاتگاری، از واکی و تارو خبر نداری؟ چون من خیلی وقته که ازشون بی خبرم. چرا؟ از طریق فدراسیون بهم گفتن که واکی بایاشی به آلمان رفته. کار واکی بایاشی اونجا چطوره؟ نمیدونم، ولی دروازه‌بان تیم باشگاهی جوان شده. همینقدر که قبولش کردن خیلی خوبه. خدای من چه خوب. میدونستم موفق میشه، ولی دیگه نمیدونستم دروازه‌بان تیم مشهور جوان میشه. سوباسا، تو هم باید سعی تو بکنی. چشم. راستی از تارو چه خبر؟ هیچی. خیلی خوب بچه ها، حاضر باشین. سوبا، پس نتونستی هیچ سراغی از تارو بگیری ها؟ نه، چون آقای تاکاگاری خبری ازش نداشت. خیلی دلم میخواد بدونم الان چی کار میکنه. امیدوارم هر جا که هست موفق باشه، اون خیلی با استعداده، حتما موفق میشه. بله همینطوره، اون هم بازیکن خیلی خوبیه، همین که اخلاق خیلی خوبی داره. خوش به حال تارو میساکی، من که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. علاوه بر اینکه بازیکن خوبی بود، اخلاقش هم عالی بود، بچه خوبی بود. راستی اینطور که شنیدم میگم واکی تو کارش خیلی موفقه. وقتی هم اینجا بود دروازه‌بانی بهتر از اون نداشتیم، بنابراین نباید از موفقیتش تعجب کرد. راستی سوباسا، از عمود چه خبر؟ ازش خبر زیادی ندارم. توی آخرین نامه‌ای که برامون فرستاد نوشته بود که حالش خوبه و خیلی دوست داره که من موفق باشم. عمو جون، همونطوری که بهم گفته بودی مرتب تمرین کردم و موفق شدم. موقعیت جدیدم با قبل خیلی فرق داره عمو جون، چون غیر از حمله وظایف دیگه رو هم باید انجام بدم. گرچه خیلی مشکله ولی برام خیلی جالبه. بیشتر بازیکنهای مشهور دنیا همچین موقعیتی رو در زمین داره. خدایا شاهد باش که من سعیم رو میکنم تا بهترین ورزشکار باشم و بتونم برای کشورم افتخار بیارم. اما جور سعی دارم که تو رو به آرزوت برسیم. باد زادم. عذر میخوام سوبا، خودم میدونم اشتباه کردم. اصلا اشکالی نداره، دفعه دیگه بیشتر دقت کن. چشم. آه!
نزاکی، سعی کنی شوت بلند رو بگیری. باشه. وای تاکاساکی، خوب تونستی جلو شما برای سوما پاس بده، یه گل دیگه. خیلی خوب، اینا برای سوما. هی بابا زباش جلو شو بگیر. بچه های تیم شاهی واقعا خوب بازی میکنن. آره، ولی به محض اینکه بتونیم حملات سوبا رو دفع کنیم ازشون میبریم. سوبا و بقیه بازیکن‌ها ممکنه حملات زیادی بکنن، ولی اگه به موقع بتونیم جلوشون رو بگیریم و نذاریم گل بزنن، اون وقت نیتو میتونه با گلایی که میزنه تیممون رو برنده کنه. بسیار خوب بچه‌ها، در مسابقات دوره‌های قبل من بودم که تونستم تیم شاهین رو به مقام قهرمانی برسونم. حالا هم چیزی فرق نکرده، من هنوزم همون بازیکنم. مسابقات منطقه‌ای شروع شده. اینم برنامه مقدماتی مسابقاته که به ما اعلام کردن. ما جزء مدارس اصلی هستیم. ما در رده دومی، باید در دوره دوم مسابقه شرکت کنیم. اگه افراد تیما معلوم باشن راحت میتونیم برنامه‌مون رو تنظیم کنیم. زیادم خوشبین نباش پسرم. اینطور که شنیدم از بین تیمای مطرح مدارس، تیم اوتومو از بقیه قوی تره. اوتومو تیم خیلی خوبیه. اینطور که معلومه اورا با کیشیدا اونجا. نگاه کنین، ناکامایا و نیشیو هم شاگرد مدرسه راهنمای اوتومو هستن. دفعه قبل که تمرین میکردیم اورا با بقیه دوستاش برای تماشا اومده بودن اینجا. چون اون راست میگه. آره، چون منم اونا رو دیدم. منتها یکیشون رو نتونستم بشناسم. باید نیتا باشه. نیتا؟ اون دیگه کیه؟ در مسابقات دوره‌های قبل اون بود که باعث شد تیم شاهین به مقام قهرمانی برسه. بازیکن خیلی خوبیه. خدای من، اون حالا وارد مدرسه راهنمایی اوتومو شده. در هر حال تیم اوتومو تصمیم گرفته به هر نحوی شده ما رو در این مسابقات شکست بده. بنابراین باید حسابی تمرین کنیم. باشه. مسیر توپ باشی، وگرنه به راحتی تو پارچنگ در میاره. نوبت توه. چی شده؟ اورا با بقیه بازیکن‌ها اومدن بازی ما رو تماشا کنن. میخوای از اینجا بیرونشون کنی؟ نه، بذار هر چقدر میخوان تماشا کنن. باشه، شاید بد نباشه قدرت ما رو ببینن. ولی من اینجوری حال میشم. اونا خیلی دقت میکنن بچه‌ها. حتی فکرشون هم نکنین، به کارتون ادامه بدین بچه‌ها. منو نگاه کنین. ببینم کدوم طرفی شوت میکنی ایشی. خیلی معذرت میخوام، الان خودم میرم توپو میارم. ممکنه لطفاً اون توپو بندازین و اورا توی خیلی وقت ندیدمت، بزرگ شدی پسر، اون توپو بنداز این طرف. ایشی زاکی، هنوزم در زدن توپ مشکل داری؟ پس واسه چی تمرین میکنی؟ چی داری میگی؟ آدم باورش نمیشه که تو در مسابقات کشور دو مرتبه پشت سر هم برنده شدی. چی میگی بچه؟ خودم مخصوصا توپ اون طرف زدم، میخواستم ببینم تو چی میگی؟ نمیخواد نگران ما باشی، حالا دیگه ما رقیب هم شدیم. قصه خودتو بخور. اگه اینطور بود که نمیذاشیم تمرینمون رو نگاه کنیم، چون ما به رقیبامون اجازه نمیدیم بازیمون رو نگاه کنن. چیزا کی بی خودی داره باهاشون یکی به دو میکنه.
موضوع داره بالا میگیره بچه ها. ایشی و روب زیاد با هم خوب نیستن. واقعا که بچه های ساده ای هستن. بس دیگه بچه ها، ناسلامتی وقتی با هم دوست بودین و توی یه تیم بازی میکردین. سرکار کی باشن؟ سرکار ایشیزاکی هستین، منم نیتام. از آشناییتون خوشبختم. شما چی گفته؟ چون شما اجازه دادین تمرینتون رو تماشا کنیم، ما هم از شما دعوت میکنیم که بازی ما رو نگاه کنیم. نه بابا، فکر خیلی خوبیه. اینا چی میگه سوا؟ سوپا سوپا قابی تو رفت نیتا موری زکی حالا نگاه کنی که چجوری شد میکنم بچه گل شد چی شد؟ حالا دیدین قدرت تیم اوتوماینه، برنده امسال ما این. درست میگه، قهرمان مسابقات امسال ما هستیم بچه ها. من نمیرم، راست میگم. خدای من سو، انقدر نگران نباش. وقتی مدرسه ابتدایی شاهین به مقام قهرمانی رسیدیم بچه ها عددی نبودن، فقط چند نفر سر به سرمون گوشتن که حقش رو گوشیم که به دستشون. تازه اونم خیلی غیر منتظره بود. اونا میخواستن ما رو تحریک کنن. مسابقه بعدی بازی مقدماتی، ما باید جدی باشون برخورد کنیم که حساب کار دستش بیاد. ایشیزاکی راست میگه، چون ما در مقابلشون خیلی کوتاه اومدیم بچه‌ها. حرکات اوراب خیلی سلی شده، ولی از این موضوع ناراحت نیستم. منتها وقتی توپی رو که نیتا شوت کرد و من گرفتمش، احساس کردم پام بی‌حس شده. این حالت درست مثل زمانی که با کاک رو بازی می‌کردم بهم دست داد. نمی‌دونی که پشت چه قدرتی داره. آهای بچه ها، یه خورده تندتر تنبلی نکنی. آقای مربی. سوباسا، حالتون چطوره آقا؟ چی شده اینجا چیکار میکنی؟ امروز تمرین نداشتین؟ راستش اومدم یه چیزی ازتون بپرسم. اون سوباس مدرسه راهنماییه، همونی که خیلی مشهور شده. حرف نزنین، به تمرین ادامه بدین، حواستون رو جمع کنین. او در مورد نیتا؟ بله. راستش اون حکم ستاره تیم شاهینو داره. وقتی تو اینجا بودی ما بازیکنان خیلی بهتری داشتیم، منتها بعد از این که تو از اینجا رفتی، من فکر نمی کردم تیم ما دیگه بتونه شهرتی کسب کنه. ولی اون ما رو نجات داد. البته اینم باید بگم، نیتا مثل تو نسبت به فوتبال حساسیت نداره و هیچ وقت هم نمیتونه و قادر نیست مثل تو توپو کنترل کنه. منتها وقتی میدوه، باور کن 100 متر رو ظرف 11 ثانیه طی میکنه. واقعا پاهای قوی داره. در ضمن ضربه های شوتش خیلی میکنه، به طوری که خودش اسم شوتاشو گذاشته سائقه. ضربش خیلی قویه. تا حالا بازیکنی با چنین شوت سنگینی کمتر دیدی؟ سوبا، صادقانه بهت میگم، به نظر من پیروزی در منطقه برای شرکت در مسابقات قهرمانی اونقدرام کار آسونی نیست. یه دقیقه صبر کنین بچه‌ها. سوبا، روزای یک شنبه تمرین نداری؟ بعد از مسابقات مقدماتی میفهمی که با کی سر و کار داری. خودم شکستت میدم. قدرتمون خیلی بیشتر از اون چیزیه که قبلا دیدی. فکر نمی‌کنم بتونی در مقابل ما خودی نشون بدی. اورا، من میخواستم بگم که با هم دیگه حرفی نداریم. حرکت کنیم بچه‌ها، عجله کنیم. خودم از حالا نتیجه مسابقه فینال رو میدونم، ولی ازت میخوام اگه میتونی خودتو به پای فینال برسون، اون وقت نتیجه رو ببین. نیتا، خدای من. ادامه این داستان را در برنامه بعد خواهید دید. We'll be right back.
پایگاه اطلاع رسانی راسخون.